به حرکت در آمده و صدای اعتراض بلند کردند. واکنش فعالان مدنی کابل به شرایط زندگی افغانها در ایران. پلاکاردها آنچه بر سر افغانهای مهاجر آمده را میخواهند به تصویر بکشند. آنچه که رفتار تبعیض آمیز با مهاجرین افغان در ایده پای شمار را امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل کشند. معترضین خواهان پایان این رفتار و اتخاذ سیاست عادلانه تر در مهاجرین افغان در ایران شدند. هر کسی حق مهاجرت دارد در کشورهای دیگه و ما تا امروز هیچ جای از کشورهای دیگه ما با مهاجرین قسم رفتار بکنند. قسم این است که دستگاه دیپلماسی باید فعالانه در این راستا گام برداره و در واقع یک سیاستی روشن در قبال حدیده مهاجرت در کشورهایی که مهاجر پذیر است اتخاذ بکنه و در برخود با این قضایه سکوت اختیار نکنه. ایران پس از پاکستان بزرگترین پذیرای مهاجران افغان برای سالها بوده. صدها هزار افغانی که در ایران متولد و بزرگ شدند از تبعیض‌آمیز با خود شکایت دارند. در آخرین مورد در مدرسه پاکدشت ورامین معلمی برای تنبیه چهار دانش آموز افغان آنها را مجبور دستشان را در توالد فرو ببرند. در یک مورد دیگر هم افسری شماری از مهاجران افغان را بازداشت کرده و دستور می‌دهد بلند شوند. ممکن اتفاقات نامناسبی افتاده باشه. وقتی شما یک جمعیت نزدیک 3 میلیون نفر، بیش از 2 میلیون نفر رو داری باش سر و کار داری و داری زندگی میکنی، بعضی اتفاقات اجتناب ناپذیر ممکنه باشه. انگیزه سفر به ایران در شرایط فعلی سال هاست، البته اینجا نه سیاسیه و نه امنیتی، صرفا اقتصادیه و ما داریم تلاش میکنیم با کمک دولت افغانستان این موضوع رو ساماندهی بکنیم. اما سازماندهی بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که ایران را خانه دوم می‌دانند و تمایلی به بازگشت در کشور در حال جنگ خود ندارند آسان نیست. دولت افغانستان هم با وجود میلیاردها دلار کمک جهانی هنوز نتوانست از زمینه‌ای را فراهم کند که بیش از 5 میلیون شهروند مهاجرش به بازگشت به وطن دلگرم شوند. اسماعیل شهامت، BBC کابل.